نام خداوند ورز سلام به خبرهای این ساعت آریانا نیوز با من احمد زبیر حبیب زاده خوش آمدید. طالبان با یورش بر شهر فرا بخشای این شهر را تصرف کرده و جنگ افزارهای نظامیان افغانستان را نیز با خود بردن. در این حال یک منبع امنیتی به آریانا نیوز میگوید که تا اکنون 25 نظامی و 5 فرد ملکی در این رویداد جان باخته و همچنان میافزاید که 45 طالب هراس افغان را نیروهای امنیتی نیز کشتن. در این حال وزارت‌های دفاع ملی و داخله میگویند که طالبان هیچ پازگاه و نهاد را در این شهر تصرف نکرده و نظامیان تازه نفس به شهر فرا اعزام شده و به زودی وضعیت در این شهر تغییر خواهد کرد. همچنان اعضای شورای ولایتی فرا میافزایند که اگر توجه جدی به این ولایت نشود شهر فرا نیز سقوط خواهد کرد. بامداد سه‌شنبه طالبان از چندین منطقه بر شهر فرا حملات تهاجمی را آغاز کردند. در این حملات پاسگاه های نیروهای امنیتی، تعمیر ریاست امنیت ملی، فرماندهی پلیس و مقام ولایت زیر رگبار حملات این گروه قرار گرفت. این گروه صبح این روز وارد شهر شده و ناحیه چهارم، بخش‌های شمالی ناحیه اول، دوم و سوم و شماره از بخش‌های دیگر این شهر را به گونه کامل تصرف کردند. اعضای شورای ولایتی فرا میگویند پیش از حمله طالبان بر شهر فرا به دولت مرکزی خبر داده بودند، اما هیچ توجهی صورت نگرفته است. جنگ است او شدت جنگ ډیر دی او د فرا په شهر پناویږي. زموږ غوښتنه ده مرکزی حکومت څخه ني او د ولسمشر د افغانستان څخه ني دا ده چې هر څه زیاتره باید تازه نفسه قطعات فرا ته راوستي. مخالفین د ګاونډي ولایتو او د هلمند شړل سوي مخالفین و فرا ته رجوع راوړې ده. دوی په دې سیمه کې دا جګړه اورې دغه کړی دی. په دې فرا کې د دوی جګړې ته دوام ورکړی دی. نظامیان افغان نیز از زمین و هوا حملات بر طالبان را آغاز کردند. وزارت‌های داخله و دفاع ملی می‌گویند که نیروهای تازه نفس به شهر فرا فرستاده شده و تلفات سنگین به این گروه نیز وارد شده است. نهادهای امنیتی می‌گویند که هرگز نمی‌گذارند شهر فرا به دست طالبان سقوط کند. نیروهای کماندو، اسپشال فورس‌ها، قوای هوایی و قطعات زمینی که در ولایت فرا لازم بود در اونجا تعبیه کردن تا جریان همی روز وضعیت تغییر خواهد کرد. در کنار نیروهای امنیتی باشندگان فرا نیز برای جلوگیری از سقوط این شهر تفنگ برداشته و با طالبان می جنگند. برای سرکوب دشمن همگی آستین برزدیم. انشاءالله که وضعیتی را که شما در گذشته از کندوز داشتین و دیده بودین او تکرار نمیشه. فرا با تمام قوتش و مردم فرا در کنار ما هستند. تا کنون از تلفات نظامیان و افراد ملکی در حملات طالبان بر شهر فرا چیزی گفته نشده است. پس از اعلام راهبرد آمریکا در قبال افغانستان وضعیت معکوس انتظار افغان‌ها می‌چرخد. زیرا همکنون در بیش از 20 ولایت افغانستان جنگ جریان دارد و گروه طالبان موفق به سقوط شماره از ولسوالی‌ها در روزهای پسین نیز شدند. رئیس جمهور غنی از مخالفان مصالحه دولت میخواهد تا به درخواست صلح حکومت افغانستان پاسخ مثبت دهند. در حالی که طالبان شهر فرا را در آستانه سقوط قرار دادند، رئیس جمهور میگوید درخواست صلح وی بی پیشینه است و طالبان باید از آن استفاده کنند. رئیس جمهور همچنان تاکید کرده که به کس حق مداخله در انتخابات را نمیدهد. رئیس جمهور روز سه‌شنبه به ولایت لوګر رفت تا پروژه برق 220 کیلووولت این ولایت را افتتاح کند. در حالی که طالبان بامداد سه‌شنبه بر شهر فرا حمله کرده و این شهر را در آستانه سقوط قرار دادند، رئیس جمهور در نشست با باشندگان لوګر بار دیگر از این گروه می‌خواهد تا پیشنهاد صلح دولت افغانستان را قبول کنند و این درخواست را فرصت بی پیشینه برای طالبان خوانده است. که به تاریخ سلکال یا مسلم مخالف تکری را سیمان است. سون مبارک امی نیت لر امی اراده لر امی صلاحیت لر. نیت در طول بله چه سولا اراده ولاندیش بدر تاو که چه راست
رئیس جمهور همچنان تاکید میکند که به کسی اجازه مداخلت در انتخابات پیش رو را نمیدهد. انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری حتمی و ضروری است. دینم مشاهده نسود باید زیرا بر دولت مشروعیتی تذکر نکرده. رئیس جمهور همچنان تاکید دارد که در برابر فساد مبارزه جدی میکند و به مفسدین اجازه فعالیت نمیدهد. وقت سرای مرسی زن سر به چون کرد چاولی دیتی مون بایمش غیر لعمال رئیس جمهور در سفرش به ولایت لوگر پروژه برق 220 کیلو ولت این ولایت را نیز افتتاح کرد. مشاوران رئیس جمهور میگویند مداخله دست‌های بیرونی در امور کشور و عدم توجه سازمان ملل در این راستا سبب افزایش جنگ و ادامه تنش‌ها در افغانستان شده است. آنان که برای بررسی وضعیت امنیتی به بغلان رفتن انتقاد مردم این ولایت را میپذیرند که حکومت در تامین امنیت ساحات راهبردی و نقاط حاکم در کشور همانند بغلان و بزرگراه‌های آن کوتاهی کرده است. محمد زاکر نوری گزارش می‌دهد. باشندگان بغلان در نشست حمایت از نیروهای امنیتی و انتخابات که با حضور مشاوران رئیس جمهور در این ولایت برگزار شده بود اشتراک کردند و ضمن پشتیبانی از قوای مسلح کشور میگویند که حکومت خود از نظامیان حمایت نمی‌کند و آنان در سقوط چندین ولسوالی بغلان شاهد بیشترین تلفات سربازان کشور بوده‌اند. باید به بغلان توجه بکنین، یک نقطه با ارزش و استراتژیک است و ضرورت حالی هم داریم که ما چند نقطه مهم باید عملیات بکنیم و پاکسازی شود. در مورد ولسوالی دانیغوری باید تصمیم بگیریم. در مورد ولسوالی طالبرفک باید تصمیم بگیریم. ما از نیروی امنیتی دفاع میکنیم. اما هرچی که رئیس شورای ولایتی وکلای ما فریاد میزنند از مرکز کسی نمیرسد کمک جو. در همین حال مشاوران رئیس جمهور انتقاد مردم بغلان را میپذیرند و اطمینان میدهند که تمام مشکلات بغلان را با رئیس جمهور و رئیس اجرایی شریک خواهند کرد. آنان تاکید دارند که بی توجهی سازمان ملل به وضعیت افغانستان سبب افزایش ناامنی و چالش های موجود شده است. اگر ملل متحد بخواه که امیموز در افغانستان صلح بیاید و کسایی که در افغانستان از بیرون دست میزنه جلوی از او را بگیره، ما بین خود جور هستیم، ما بین خود هیچ کشمکشی نداریم. ایر موقعیت بغلان اگر دولت مرکزی بفهمه و ایر در کنه، اینجا در اینجا کدام فرابلم نباشه، در نو ولایت شمال و شمال شرق دیگه فرابلم نمی باشه و اگر باشه بسیار کم می باشه. باشندگان و نماینده های مردم بغلان از ریاست جمهوری می خواهند که مشکلات بغلان و فاجعه ولسوالی تاله و برفک را هم مانند گذشته ها نادیده نگیرند. یک پازگاه پلیس سرحدی در ولسوالی قرقین ولایت جوزجان توسط طالبان سقوط داده شد. مقام‌های محلی ولسوالی قرقین دلیل سقوط این پازگاه را نرسیدن به موقع تجهیزات نظامی به نیروهای امنیتی عنوان می‌کنند. فریده امینی گزارش می‌دهد. ولسوالی قرقین از دو روز به این سو مورد حملات گروه طالبان قرار دارد. در نتیجه آخرین نبردها میان مهاجمان طالب و نیروهای امنیتی، یک پاسگاه سرحدی ولسوالی قرقین به دست طالبان سقوط کرده است. شکرالله جاهد ولسوال قرقین میگوید با تلاش بسیار نتوانستند این پاسگاه را تجهیز نمایند و 8 نیروی آن عقب نشینی و توسط قایق به آن سوی دریا فرار کردند. سرانجام پاسگاه به دست طالبان افتاد. پلیس سرحدی به خاطر از اینکه در اتمسفری بسیار شدید قرار داشت، تعدید بسیار به سر زیاد بوده، به خاطر از اینکه وان نجات بیافن و هر تلاشی که صورت گرفت به خاطر اکمالی از وان ما نتانستیم که وان اکمال بکنیم و اونا نشانه یا مهمات رسانده برشان، چون راه مجزود بود. بنا به مجزود بودن راه از مسیر دریا به شکل عادی اون کنار دریا تو شده، از اون طرف پسی طرف به خاطر از اون تلفات انسانی رخ نده
و راه قطعی کاملا مسدود است. عبدالحفیظ خاشی، عمر امنیت فرماندهی پلیس جوزجان، اما میگوید شمار سربازان پاسگاه امنیتی قرقین به 4 تن میرسید که عقب نشینی و پاسگاه را ترک نمودند. راپورا و اطلاعاتی که برای ما رسیده، شب گذشته یک پوسته سرحدی مان او نظر به فشارهایی که از طریق مخالفین بالایشون آورده شده، این 4 نفر خود از محل کشیدند. دیگه با استقامت خود مرکز ولسوالی آمدن و پوسته فعلا فاقد نیرو امنیتی است. گروه طالبان یک شنبه شب بالای پاسگاه های امنیتی روستای دینار ولسوالی قرقین حملات گسترده را راه اندازی نموده بودند که در نتیجه 7 عضو این گروه کشته و 3 طالب دیگر زخمی شد. مخالفان مسلح دولت چند پاسگاه را در روستای قرشیخی خواجه سبزپوش سقوط دادند. رئیس شورای ولایتی فاریاب میگوید در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان در این منطقه 4 نیروی امنیتی جان باخته و 4 تن دیگر زخمی شدند. و میافزاید این گروه چندین منزل مسکونی را در این روستا به آتش کشیدند. و گفته آقای رحمانی از مدت به این سو درگیری ها در بخشهایی از فاریاب جریان دارد و در برخ ولسوالی ها تنها ساختمان ولسوالی و فرماندهی به دست دولت است. روند ثبت نام رای دهندگان در ولسوالی های ولایت جوزجان آغاز شد. رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در جوزجان میگوید از جمله 98 مرکز رای دهی در ولسوالی های این ولایت، 15 مرکز به دلیل ناامنی مسدود است و 26 مرکز دیگر زیر تهدید بلند امنیتی قرار دارد. فرید امینی گزارش می‌دهد. همزمان با تمدید روند ثبت نام رای دهندگان در مرکز ولایت جوزجان، این روند در ولسوالی های جوزجان شروع شد. امان الله عبیبی، رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در جوزجان میگوید از جمله 129 مرکز رای دهی در این ولایت، 98 مرکزان در سطح ولسوالی ها موقعیت دارند. در ولسوالی ها ما 98 مرکز ثبت نام رای دهنده ها داریم که از اون جمله فعلا 15 ولسوالی ما در ارزاب داریم که کلا بسته است فعلا. شماره باشندگان جوزجان اما میگویند تمدید شدن روند ثبت نام رای دهندگان در مراکز ولایات بر فعالیت این مراکز تاثیر مثبت نخواهد داشت. مردم های سابق گفته که خاورده را آورده، ولی دولت ما دولت خاورده است. از چه میشه که 2 ماه پیش 1 میلیون ناسنجیده است که در فکرشان داوود نیست، خط فکرشان در جیب خودشان است، به جیب دلار گرفتنشان است. ما داوود کسان رای نمیتیم، با آن شرط رای میتیم که پشیمان شود. از سوی هم عامر امنیت فرماندهی پلیس جوزجان میگوید مواد اساس و غیر اساس را به 6 ولسوالی انتقال دادند و روند ثبت نام رای دهندگان آغاز شده است. 6 ولسوالی من مواد اساسی از این تقریبا چند روز پیشتر انتقال شد و امروز کار خود آغاز کردن. روند ثبت نام رای دهندگان در حال در ولسوالی های جوزجان آغاز شده است که شمار از باشندگان این ولایت به شفافیت انتخابات بی‌باورند. آنان میگویند دولت با ایجاد مراکز توزیع شناسنامه یک بار دیگر زمینه تقلب را در این روند فراهم نمود. مرحله دوم روند ثبت نام رای دهندگان در 14 ولسوالی ولایت بلخ آغاز شد. سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات بلخ میگوید 136 مرکز را در ولسوالی ها فعال کردند، اما 10 مرکز ثبت نام رای دهندگان در ولسوالی چمتال از اثر نامنی ها مسدود است. روند ثبت نام رای دهندگان در 14 ولسوالی ولایت بلخ آغاز شد. کمیسیون مستقل انتخابات بلخ 136 مرکز ثبت نام رای دهندگان را در سطح ولسوالی های 14 گانه بلخ فعال کرده است، اما با گفته سرپرست این کمیسیون 10 مرکز از اثر حضور طالبان در ولسوالی چمتال مسدود است. ما آمادگی داریم، آمادگی کلی خود داریم، ان شاءالله هیچ کدام گپی نیست. شاید یک 5 مرکز یک بسته یا بسته باشه، 5 مرکزی که دوم در چمتال باشه. از سوی هم عبدالرضا قادری، آمر امنیت فرماندهی پلیس بلخ میگوید ولسوالی های چاربولک، دولت آباد و چمتال این ولایت از ولسوالی های زیر تهدید است. با این حال او از راه اندازی عملیات در ولسوالی چمتال جهت تأمین مراکز ثبت نام رای دهندگان سخن میزند.
با سلسله تداوم عملیات ولید پنج در استقامت ولسوالی چمتال که با رسیدن نیروهای امنیتی و دفاعی در ساحه ما این سایت‌ها را بازخواب کردیم. مرحله دوم روند ثبت نام رای دهندگان در 14 ولسوالی بلخ تا 22 جوزا ادامه خواهد داشت. نخستین جلسه ماهنگی میان پلیس و دادستانی های ابتدایی ولسوالی های بلخ در مزار شریف برگزار شد. مسئولان میگویند موجودیت چالش ها در بخش کشف و تحقیق در بسیاری موارد باعث شده تا عدالت تامین نشود. اینجا در شهر مزار مسئولان بخش‌های جنایی و دادستانی‌های ولسوالی‌های چهاردهگانه بلخ گرد هم آمدند تا مشکلات موجود در راستای تامین عدالت را از طریق گفتگو دریابند. این برنامه از سوی دادستانی بلخ زیر عنوان ما برای عدالت می‌اندیشیم راه‌اندازی شده است. رئیس دادستانی بلخ می‌گوید هنوز در بخش تامین عدالت بخصوص در ولسوالی‌های ناامن این ولایت مشکلات وجود دارد. امروز شاهد هستیم که ما بخش‌های مختلف جنایی و کشفی ولسوالی‌ها را اینجا دعوت کردیم و هدف از این است که ما برای نکات مشترک نسبت بر صفحه کشف و تاکید روی از این که چطور بتانیم عدالت را تامین بکنیم و حقوق مردم را به شکل بهترش در چارچوب قانون برای مردم بازگردانیم. در این حال دادستان ولسوالی چمتال ولایت بلخ میگوید ناامنی در برخی نقاط این ولسوالی باعث می شود که عدالت به صورت درست تطبیق نشود. وقتی که در ساحه امنیت وجود نداشته باشد، مشکل به خاطر مراجعه هم موجود است، مشکلات به خاطر کارهای کشفی و کارهایی را که قانون پیش بینی کرده در پروسه کشف قضایای جرمی ای هم عرضی وجود میکنه. در تلاش است عملیات های در ساحه تطبیق شده. مسئولان در دادستانی بلخ میگویند آگاهی نداشتن مردم از حقوق افراد مظنون، متهم و محکوم شده ها باعث شده که دسترسی به عدالت در کشور دشوار گردد. آنان همچنان میگویند ناامنی در برخی ولسوالی های ولایت بلخ دسترسی به عدالت را با مشکل روبرو ساخته است. باشندگان تخار به خاطر وصل نشدن لین برق این ولایت اعتراض کردند. به گفته آنان لین برق 220 ولت این ولایت از مدت به این سو قطع است و هیچ کار برای وصل آن صورت نگرفته است. آنان به این باورند که در مورد برق تخار معامله صورت گرفته است. صدها باشنده تخار در واکنش به وصل نشدن لین برق 220 ولت وارداتی تاجیکستان که 3 ماه می شود از سوی طالبان قطع شده است اعتراض کردند. با گفته آنان در این مدت باشندگان این ولایت از نور برق محروم ماندن و حکومت در این مورد بی‌توجهی میکند. آنان همچنان از عدم عملی شدن برخی پروژه های زیربنایی نیز انتقاد میکنند. امروز مردم تخار به جاده ها برآمدن و از حکومت خواستند که هرچ عاجل لین برق ما را وصل کنند. اگر صدای مردم تخار بی پاسخ ماند و قناعت من فراهم نشد، آبهایی که از سمت تخار به زمین های کندوزیان سرازیر می شود ناگزیر قطع نماییم. جاده های ما نیاز است که خیرسازی شود. سوم در قسمت تامین امنیت و تشکیل پلیس که از داخل مرکز شروع تا مهاره کوشه و ارتج و اولوتوریه اتفاقی اوله. آنان هشدار می دهند که اگر حکومت به خواست های آنان توجه نکند بزرگ راه و مراکز نامنویسی در این ولایت را می بندند. در صورتی که به خواست های ما پاسخ مثبت داده نشود، دهنده های نزدیک گزینه های دیگر داریم که ما مالیات بند می کنیم. اگر به خواست های ما پاسخ درست گفته نشود، سخنگوی ولی تخار با تایید مشکلات مردم می‌افزاید که وصل کردن لین برق تخار از توانای حکومت محلی بالا است. در مورد برق ترتیبات نظامی گرفته شده، امیدوار است عملی شود و این مشکل حل شود. در مورد از این که مردم اعتراض دارند که در تخار کار کم صورت گرفته، دقیقاً که نسبت به سایر ولایت افغانستان در تخار کار کم صورت گرفته. باشندگان تخار بر ادامه اعتراضاتشان در صورت برآورده نشدن خواستهایشان تاکید می‌ورزند. هیئت از مشاوران ارشد ریاست جمهوری به هدف بررسی وضعیت سیاسی اجتماعی ولایت سرپل به این ولایت رفتند. مقام‌های محلی سرپل با نگرانی از وضعیت امنیتی این ولایت خواهان انتقال مشکلات سیاسی اجتماعی و امنیتی این ولایت به رئیس جمهور غنی هستند.
محمد علم راسخ وزیر مشاور ریاست جمهوری که در رأس این هیئت قرار دارد، هدف از سفر به ولایت سرپل را بررسی افزای امنیتی، تأثیرات احتمالی خشکسالی، مشکلات اجتماعی، چالش های فراروی روند ثبت نام رای دهندگان انتخابات پیشرو عنوان نمود. ولایت هایی که به بزرگی خود وقتی که نظم می باشه همه چیز می باشه، هیچ چیز باقی نمیمونه. تنها رئیس جمهور خود نمیتونه به تنهایی خود یک کاری را انجام بده، یک وزیر نمیتونه تنها به تنهایی خود یک کار انجام بده. عبدالملک عظیمی معاون والی سرپل با اشاره به مشکلات موجود در این ولایت، خواهان انتقال چالش های موجود این ولایت به رئیس جمهور است. دریافت‌های خود را به مقامات زیرسرای کشور و مشخصاً به جلالت معاب محترم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان انتقال بدهیم. در شرایط امروزی با موجودیت ناامنی که بیش از 60% این ولایت به دست مخالفین دولت قرار دارد، برگزاری این پروسه ناممکن خواهد بود و مشروعیت 100% را نخواهد داشت. از سوی هم رئیس حجاب قاف سرپل اطمینان می‌دهد که عالمان دینی این ولایت از طریق مساجد مردم را به وحدت دعوت نموده و باشندگان این ولایت را از اهمیت اشتراک در انتخابات آگاه می‌سازند. از طریق منابر و مساجد این آگاهی خاص خودم به مردم دادیم و مردم را سوق دادیم به طرف گرفتن تذکیره و به طرف رفتن ثبت نام. محمد عثمان سالک‌زاده مشاور رئیس جمهور در امور دینی، محمد حسین گرزیبانی مشاور امور اجتماعی و پیغمبر قلدوغن مشاور امور قومی ریاست جمهوری در این سفر وضعیت ولایت سرپل را بررسی می‌کنند. ممنونم از همراهیتان.